به نام خداوند یکتا. دوستداران برنامه مهمان یار، سلام بر همه شما. باز هم بسیار خرسند هستم که در برنامه مهمان یار ما مجیب رحمان عارض در خدمت شما قرار دارم. دوستای عزیز، قسمی که شما میفهمین، ما بعضی وقتا در برنامه مهمان یار مهمان کسایی میشیم که از اونا کم یاد میشه، و این بار ما معلم انتخاب کردیم، کسی که رهنمای جامعه است، و این معلم محترم هم استاد زرغونه نام داره. سلام برسه بر همه شما. سر شما خوب است؟ بخیر هستین؟ در این بلاک نام خدا چقدر طفلا زیاد است؟ کلتان رفیق هستین یا یکی برادر هستین؟ رفیق هستین، رفیقا باشین برادر. ای خانه استاد زرغونه را کی دیده؟ ما دیدیم. ما هم دیدیم، خودم پیدا میکنم میشه. صحیح. سلام علیکم صاحب. سر شما خوب است؟ بخیر هستین؟ والا از این راه بین پنجره خود ما داخل آمده نمیتونیم، وزن مازجایت هست یک ذره. من فکر کردم که شما فقط لاغرا را میمونین که داخل خانه بیایه، از طریق پنجره داخل شون. نام شما چیه جانم؟ داریوش. داریوش جان، حتما به خلم پسر استاد زرغونه هستین شما. بله. دوستای عزیز، من مطمئن هستم که همه شما دوره شاگردی را سپری کردین، و اگر بیادتان باشه دوره شاگردی در محیطی که معلم می باشه، وقتی که داخل محیط هم میشیم اجازه میگیریم، و وقتی که از اون محیط خارج هم میشیم اجازه میگیریم. به نام خداوند یکتا. دوستداران برنامه مهمان یار، سلام بر همه شما. باز هم بسیار خرسند هستم که در برنامه مهمان یار ما مجیب رحمان عارض در خدمت شما قرار دارم. دوستای عزیز، قسمی که شما میفهمین، ما بعضی وقتا در برنامه مهمان یار مهمان کسایی میشیم که از اونا کم یاد میشه، و این بار ما معلم انتخاب کردیم، کسی که رهنمای جامعه است، و این معلم محترم هم استاد زرغونه نام داره. سلام برسه بر همه شما. سر شما خوب است؟ بخیر هستین؟ در این بلاک نام خدا چقدر طفلا زیاد است؟ کلتان رفیق هستین یا یکی برادر هستین؟ رفیق هستین، رفیقا باشین برادر. ای خانه استاد زرغونه را کی دیده؟ ما دیدیم. ما هم دیدیم، خودم پیدا میکنم میشه. صحیح. سلام علیکم صاحب. سر شما خوب است؟ بخیر هستین؟ والا از این راه بین پنجره خود ما داخل آمده نمیتونیم، وزن مازجایت هست یک ذره. من فکر کردم که شما فقط لاغرا را میمونین که داخل خانه بیایه، از طریق پنجره داخل شون. نام شما چیه جانم؟ داریوش. داریوش جان، حتما به خلم پسر استاد زرغونه هستین شما. بله. دوستای عزیز، من مطمئن هستم که همه شما دوره شاگردی را سپری کردین، و اگر بیادتان باشه دوره شاگردی در محیطی که معلم می باشه، وقتی که داخل محیط هم میشیم اجازه میگیریم، و وقتی که از اون محیط خارج هم میشیم اجازه میگیریم. اما خود اجازه گرفتن از معلم، این احترام به معلم نشان میده. سلام علیکم. معلم صاحب اجازه از داخل بیم؟ چرا نه؟ سلام برسه. سر شما خوب است؟ بخیر هستین؟ بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. چال دارین سر؟ بخیر هستین؟ بفرمایید. خب خواستیم امروز مهمان شما شویم، امرایتون بشینیم، قصه کنیم. معلم صاحب چطور شد که به یاد استادا افتادیم؟ اولا چطور است که شاگردا خو همیشه به یاد کسی خاط باشه؟ شاگردا همیشه استادای خود دوست داره، معلمای خود دوست داره. من روز معلم نزدیک است به یاد ما افتیده. بله. معلم صاحب تشکر بسیار زیاد. بفرمایید. خوش آمدنتان.
معلم صاحب بعضی وقتا شاگرده هم به خانه شما به طور مهمانی میایند یا خیر؟ والا چون مکتب ما یک مکتب محیطی هست، قصبه است، یک 14 یا 15 بلاک است، اکثرا مردم شناسایی دارن، ولی شاگردای ما چون دخترای کلان هستن اکثر اوقات در ایام عید میایند و یگان دفعه خدای نخواسته یگان مریضی و گپا که باشه اونو حتما میان برای خبرگیری ما. چرا نی؟ بغیر از این شاگردات که تون وقت نشده که به مهمانی به خانه تون دعوت کنین؟ نه مجیب جان، دیگه از کجا میشه خروس ما شاگرده که مهمان کنیم. یا نمیخواین که زیاد همراه شاگردهایتون زیاد کلوز شوین، زیاد صمیمی شوین؟ والا اگه در واقعیتش فکر کنین که ما بسیار که شاگردهای خود صمیمی هستم، ولی نمیفهمم که شاگردهای از ما یک ترس دارن. هر چیز جای خود داره. در وقت درس باید هم معلم جدی باشه هم شاگرد. معلم هم باید صمیمی باشه، ولی نه به اندازه‌ای که باز ام اوتوریتی معلم ام سیاست ام نظم صنفی ها با کلی بر هم بخوره. دوستی به جاش و دیسپلین و نظم و تدریس به جاش باید باشه. معلم صاحب، شما در خود این مسلک معلمی چی خوبی رو دیدین یا چی فایده رو دیدین که شما خواستین معلم باشین؟ بله، به نظر ما مقدسترین، خب هر مسلک به ذات خود قدسیت داره، ولی مقدسترین مسلک معلمی هست، به خاطر از اینکه معلمی اساس و تهداب تمام چیز هاست. فرزن اگر دکتر است از برکت معلم است، اگر انجینیر است از برای، اگر خبرنگار است، اگر مثلا نطاق است، هر بخشی که ما ببینیم. و ما خوش داشتم، بسیار علاقه داشتم که ما معلم شوم، ما تا بتونم که اولاد جامعه را سالم تربیه بکنم و یک اولاد سالم و نیک به جامعه تقدیم بکنم. اگرچه ما 26 سال از کارم شده، ولی اتو فکر میکنم که ما تازه معلم شدیم، یعنی تازه جوان هستم. اما قدر ما به مسلک خود ایمان دارم، با وجدان بسیار پاک مسلک خود پیش میبرم و بسیار علاقه مند مسلک خود هستم. اولین باره که شما داخل صنف شدین، پیش تختیس یا همونجا استاده شدین و درس میدادین، چی حالت داشتین؟ یک ترسک داشتین نداشتین؟ والا اگر راست پرسان کنین، ما اولین باری که معلم شدم در مکتب بیشامسو بود و او وقت معلو زارسی نکرده بودم. بسیار یک دختر ساده بودم، من یک جوتی دراز در این پشت بود که اصلا مرا خیال شاگرد میکردن و قدر ما در او وقت ساده بودم. خب وقت اگر ما براتون بگویم که از اول البته ترس نداشتم از معلمی، چون علاقه داشتم به معلم. معلم صاحب، شما در چی نوع مکتب میخواین که وظیفه داشته باشین؟ در کدام مکتب؟ یا خب طبعا خواست هر معلم است که در یک مکتبی که حداقل وسایل درسی درست و منظم داشته باشه، مثلا مکتب منظم باشه، چوکی باشه، مثلا کتاب وسایل درسی باشه، مثلا شاگرد آدم بفهمد کدام مشکل نداره، خود استاد با کدام مشکل دچار نباشه. طبعا در اون محیط آدم آرام درس داده میتونه، ولی نمیشه که در یک دالیس یا یک دالیس دور به دراز پنج صنف میباشه، پنج معلم تدریس میکنه و او حتی چوکی نداره و او در روی فرش شیشته و بسیاریش فرش نداره و یک صدا معلم از اونجا میکنه، یک صدا از اونجا. واقعا بر ما خسته کننده است و ما نمیخوایم که دونم یک مکتب معلم باشم. همین 26 سال که شما وظیفه اجرا کردین، رتبتون تا کجا رسید؟ یا دگروال شدین، جنرال شدین یا چطور؟ نمیفهم رتبه دور رتبه چی هست، شما میفهمید؟ فکر میکنم جنرال است. نه، دگروال. یا شاید بخنم در معلمی دگروالی و گپا نیست. نه میچارم، معلمی که هم رتبه شان بتن مجیب جان بسیار زیاد است. اما رتبه شان هم که بتن، ما پار سال رتبه دو شدم، با یک سال قدم اگر خواست خدا باشه و زندگی با ما یاری کنه به سال رتبه اول میشم. نام خدا بسیار علیست. معلم صاحب، برای آخرین بار که دولت معاش شما را اضافه کرد، چند افغانی بود اضافه کرد؟ فکر میکنم که 200 افغانی بود. اگر بدل شما باشه، معاشتان چند میخواهیم؟ خب طبعا اگه بدل ما باشه، ما میگم معاش ما حداقل حداقل 500 دلار باشه، حداقلش. و حال چند است؟ حال ما که 26 سال کار کردیم و رتبه دوستم ما 3500 پتخانی ماشم. شما دیگه به حد زیاد گفتین، امون یک ذره کم میگفتین که یک ذره قبول میکرد. 500 دلار گفتی، حالا هیچ کس قبول نمیکرد. بلندشه بگیریم که پایینشه باز قبول کنن. معلم صاحب، لباس های مخصوص معلم ها چگونه هسته؟ لباس مخصوص معلم ها رنگش به می لباس ما میخوانه یشمی هست، نمت یک رنگ است، منتها این لباس مکتب ما نیست. ماشی؟ بله ماشی است، عموما استادا اینفورمشان ماشی است.
چپن است همراه پتلون، چپن های درست. بعضی از معلم صاحبای خانما شکایت کردن که امی رنگ ماشی به دل ما نیست، کاش که امی یک رنگ شوختر می بود، یک رنگ جذابتر می بود. خب دیگه او البته دیدا مختلف است، نظریات مختلف است، ولی از نظر ما امی خوب است، یک ذره یک چرک بردار است. معلم صاحب اگر اجازه شما باشه همینجا یک وقفگک میگیریم. چرا نی؟ راستی اگر دیگه امی شاگردا وقتی که از معلم صاحب اجازه میگیرن چرا دوست خودی رقمی میگیرن؟ اگر اجازه باشه چرا رقمی میگیرن؟ خاطر اینکه بسیار یک چهره معصومانه به خود بگیرن که دل معلم بسوزه برش اجازه بده. یعنی یک دفعه ما رو اجازه بدین دیگه. یک دفعه اجازه بدین. مهمان یار. مهمان یار. معلم صاحب شما در مکتب کدام مضمون درس میدین؟ ما در مکتب تقریبا 26 سال شد مضمون جغرافیا درس میدم. بسیار عالی. پس دیگه شما از جمله معلمایی هستین که پیش دکتر برین اگر سرتان درد کنه چی میگین برش؟ قسمت شمال شرقی سرم درد میکنه. آه بله. آه قسمت شمال شرقی. خب و میشه اگر سوال از نعمت پرسان کنین از مضمون جغرافیا که ببینیم چطور است؟ جغرافی نعمت اجازه میتونم ازشان سوال کنیم؟ چطور؟ چطور نعمت جان؟ اجازه سوال کنیم از پیشتر؟ نمیگنی؟ اتشارم میکنم میگنی؟ بزر است که امی شاگرد همیشه از سوال معلم خود میترسه، اگرچه که شاید درس هم یاد داشته باشه. من خودم یادم است که در دوران مکتب درس یاد داشتم، اما وقتی که معلم می آمد سر ما وقتی می گفت مجیب بخه از پیش سوال دارم می ترسیدم واقعا نیم تو ایتور است که اگر شما ما براتون بگویم البته سیستم سابق تعلیم تربیت شما می فهمین که حساب همو چو بود و زدن بود و کندن بود و ایگه پا، ولی خوشبختان که در شرایط فعلی حال دیگه و تو گپا نیست، بسیار یک فضای آرام مثلا حالا سیستم تدریس مکتب شاگرد میوری هست، یعنی او وقتی که به حساب معلم میوری بود این شاگرد میوری ها میکمه که بار شانای معلم صاحبا را کم کرده بخاطر دیگه که جاتر کارا را خود شاگرد ها پیش میبره بیچارا را. بله خب البته شاگرد میوری هم به این معنی نیست که کل کارها رو با شاگرد ها کنه، معلم یک نظارتچی هست، در آخر معلم هم توضیحات و تشریحات خود البته داره که در قسمت باز حتما زیر نظر استاد کار میکنن دیگه. معلم صاحب چطور است شاگرد خود شما؟ شما را دوست داره یا چطور؟ یا یکی یگان شاگرده هست که یگان معلمه خود خوب نمیبینه حتی امرانش اساسیت میداشته باشه؟ میشه ایره مجیب جان از شاگرده هایمو سوال کنین بخاطر از اینکه من نمیفهم، شاید شاگرده هایم دوستم داشته باشه شاید نداشته باشه. حتما کدام وقت سروی کردین؟ والا فکر میکنم که کم کم دوستم دارن. و در بین شاگرده کدام شاگردتون زیاد دوست دارین؟ چون امی هر معلم صاحب برای خود یک شاگرد اسپیشال می داشته باشه، همیشه هم رای زور از دل میکنه. بله بله ما راستی چون اکثرا در طبقه اوناس بودیم امی دختر در مجموع هر شاگردی که البته برای ما از هر شاگرد در قدم اول تربیش بسیار مهم است، تربیه مکتبی و سنفیش و باز در زود تعلیم دیگه. باز ما یک قسم شاگرد خوش ندارم که تعلیم بسیار بالا داشته باشه ولی در پایش بالوش تربیش کم ضعیف باشه. ما خوش دارم که شاگرد با تربیه و اول تربیه با تعلیم داشته باشه. به یه علاقه دارم زیاد. بسیار خوب. امی پیشتر که گفتم که نعمت املاش خوب نیست اما 12 پاس است به خاطر اینکه تربیش بسیار خوب بوده. معلم صاحبه از روی تربیش برش نمبر میدن. نمبر دادن حتما حتما شاگرد که یک زرگ با تربیه باشه استادا بسیار مورد نظرشان هست، حتما دلشان میسوزه بر از او منطقه نموز که تعلیمش صفر شد باز آخر باز خرابی میشه. معلم صاحب کدام روز شده که شما دیگه بسیار تو بخوشی به طرف سن روانه شده باشین داخل سن رفته باشین بر درس دادن اما وقتی داخل سن شدین دیدین که هیچ کس داخل صنف نیست، شاگرده همشون فرار کردن، آزیری رم کت خود بردن. والا نه مجیب جان اتر اتفاق نفتیده واقعا ایرا دروغم نمیگم راست برتان میگم. اگر ما برتان اتر بگویم که اتا یک شاگرد در ساعت ما بیرون نمیشه. شما زیادتر در امرای دخترها بودین و معلم از اونا بودین، اگر نه بچه ها بسیار شوخ هست موجود بسیار آرام هستن نسبت به بچه ها. البته در خانه ما مترستیم بچه ها بسیار اگر شوخ هستن شوخ طبیعت هستن دختر آرام هستن و در مکتب ما مقسم ولی مجیب جان تر نگوین
دخترکای مام دیگه اگر چیز سرشان الا شود دیگه کم از بچا دست ندارن. والا بعضی کسا قسم میکنن که دخترها از بچا کرده شوختر از شاگردایی که دخترها هستن، اما در داخل مکتب شوخی میکنن بیرون که ببینن پس جدی رقمی داخل چوکات دارن دیگه، و قدر دیگه خب بس قید و قیدات ما رو داخل یک موته قید نمیسازن دیگه، اونا بکنن دیگه شوخی داخل چوکات. حالا ما شوخی از اونا را هیچ ندیدیم. یک روز شما تو کنین که به مکتب ما بیاین شوخی های دخترای ما رو ببینین دیگه، برای دخترای ما از نزدیک به تماس شوین ببینین که چی گپاس. معلم صاحب من یک چیز گفته نیستم و اویی که بچه ها اگر شوخی میکنن در پالش درس هم میخوانند، و متاسفانه که ما تعداد از زیادتر دخترها رو که دیدیم شوخی میکنن اما ما تو باز درس هم نمیخوانند، اینی کارشان خوب نیست دیگه. چی میفهمید که دخترها درس نمیخوانند؟ مجیب جا همینجا چند خارخونده نعمت از اونا رو میشناسم. اطرار خارخونده نعمت جانم مثل خودش میگه. خوب ای رقمی نکده که علمه ایگان گپ که میزنم نباید ناراحت شوی، یا بخیلم خوشحال شدی که گپ حقیقت گفتم. معلم صاحب سخت‌ترین جزایی که تا حال بر یک شاگرد دادین کدام بوده؟ چی نما بوده؟ والا ما اگر برتان بگویم که ما اصلا شاگرد جزا ندادیم، من تا سخت‌ترین جزای من بوده که یک چند لحظه استادش کردیم به چوکی. معلم صاحب اگر شاگرد درس نخوانه شما با شاگرد چی برخورد میکنین؟ ببینین ما اگر شاگردی که درس نمیخوانه اول برش توصیه میکنیم، برش مثلا راهی که موجود است فرزن، یاد با دادن سوال یا با دادن کار خانگی یا با سم دادنش در سنف، که مثلا برش یک وظیفه میتین که تو سبا اینمی وظیفه را بگی در پیش روی سن برسین که اینمی مثلا تشریح کن، کوشش میکنیم از این راه یا مثلا با تشویق. کدام وقت شده که از شاگرد تنبل شما والدینش خواسته باشین برای به اداره دفتر اداره مکتب؟ اگر راست پرسان کنین نمیفهم با پرابلم دچار نشدیم که ما کسی را بخوایم، واقعیتش نه نخواستیم کسی را، چرا مشکل نداشتیم؟ طبعا اگر مشکل می داشتیم چرا نمیخواستیم؟ بله. مگر پیدا کنیم میخواییم والدین مرا یک چی میگن یک فکایی که کوتاه باید آمد میگن یک روز معلم صاحب والدین می شاگرد خود خواسته بود دیگه، امی والدین مشاگردم سواد نداشت، معلم به والدین شاگرد گفت که چی رقم مال هستی شاگردتی بچه تنمل هسته که ازی باید درس بخونی که ازی باید همکاری کنی. والدین هم امی گپ معلم که شنید بسیار قهر شد، گفت اگر او رقم گپ باشه خو ما بیخی نموخانه خود دیر دوازده پاس میسازم بر شما چراییش نمیکنم. بسیار جالب. خانواده های عزیز مقام معلم بسیار والا است، و اگر بایدتون باشه وقتی که ما در دیگه مهمانی ها میرفتم بعضی وقتا خودم خواهش میکردم که یا برای ما چای بیارین یا برای ما جوز بیارین، اما ای بار اصلا دلم نمیشد که ما معلم صاحب به زحمت بسازم، بخاطر زی که همه ما و شما معلم صاحبای خود دوست داریم، بنابراین ما از اونا خواهش کردم که پس شما بشینین، خیره اگر ما مهمانم هستم خیره ما براتون چای آماده میسازم. برای چای آماده میسازن؟ شما خانم رو بلد هستن؟ اولا تو هست که بلد میشیم خودمون پرسان میکنیم، چون ما نمیخواییم که معلم بزحمت شوه، معلم های خود دوست داریم بسیار. اعتراض مجیب جان شما هم برای یک شاگرد ماستین مثل اولاد ما وارسین، و همه قسمه که ما بر اولاد خود خدمت میکنیم شما هم اولاد ماستین، چی فرق میکنه که امروز بر شما ما چای بیارم؟ خب این گپ سم درست است، چون ما امروز مهمانتان هستیم، ما رو شاگرد فکر نکنین. نه من خب فهمیدم، نه از اول گفتم که شما مهمان ما هستین. پس یکم وقت صحیح مهمان نوازی کنیم. اگر شما رو با شاگرد فکر میکردم اجازه نمیدادم تانه قزمه سوال کنیم. معلم صاحب چقدر خوب انگک و بنگک داری اینجا ببینی. نه سر ترموزه بسیار مقبول است. تشکر، شما شما مقبول است دیگه، و قدرم مقبول نیست دیگه، البته شما شمایتان بسیار مقبول میبینه. خواهش میکنم سیب او گپ خواه است. شما معلم سیب چگونه چای دوست دارین و روزانه چند ترموز چای می نوشین؟ والا اگر روز پرسان گیریم خودم چای سبز فوقلاده بادم مثل دواواری چای سیاه را همیشه استفاده میکنم، ولی چای خورم نیستم، یک پیاله صبح یک پیاله چاشت یک پیاله شب. اوه چی حال است؟
اولین بار است که به خانه ما این قسم مهمان آمده. نام خدا یک رقم با اشتیاق خورده رئیس که پرسان نکو. تمام کیک و کلچه ما را خلاص کرد. خوب مهمان از دیگه چیز گفته نمیتانیمش. مهمان یار مهمان یار معلم صاحب، اگر شما برای یک ساعت وزیر معارف شوین چی خواهد کردین؟ والا مجیب جان، اگر ما بر یک ساعت، خب البته کارا علاقه کار ما زیاد است، پلان هایم شاید زیاد باشه، ولی بر یک ساعت خب مشکل است که آدم بگه. ما اولین کاری که خواهد کردم امی بود، امی هست که استادای مجربه در اصول سنفی تنظیم بکنم. یک کار دیگه طبعا اگر شرایط مساعد باشم، امی سیستم خیمه را از بین خواهد بردم. این گپ دوم. و گپ سوم اینه میست که در قدم سوم به حساب به زندگی معلم خواهد رسیدم، که حداقل ما بتانم زندگی معلم یا شو با تا بکنم که تا معلم به فکر آرام بیایه و به تدریس خود نما بته. اگر بتانم در یک ساعت هم کار خواهد کرد. معلم صاحب، اگر کدام روز شاگردا از شما خواهش کنن که برنامه امروز درس نده، آیا این خواهشان قبول میکنین؟ طبعا اگر اونا خسته باشن، اگر اونا علاقه نداشته باشن که امروز درس بخونن، ما یه گفشان قبول میکنم، به خاطر از اینکه خود شاگرد اگر آماده نباشه به گرفتن درس ما، با درس ما سرشان تعمیل میشه، امکان داره گفشان قبول بکن. معلم صاحب، شما که پدر و مادر معنوی شاگردا هستین، آیا واقعا دلتان میشه که شما شاگردا رو ناکام بکشین؟ مجیب جان نخیر، تو دلم نمیخواد که شاگرد ناکام بکشم، من تا شاگرد اخانه نمره میتم، به خاطر از اینکه درست است. مثلا هیچ مادر نمیخواد که اولادش به سواد بالا بره. نه، اگر من دلسوزی را بر اولاد خود میکنم، این در حقیقت دشمنی هست، درست است؟ به خاطر که اگر امسال ما به او کمک کردم و فرزن از کمک ما خوشنود شد، او سال آینده دیگه حاضر به درس خواندن نمیشه. به این قسم نعمه در حقیقت حیات از رو برباد ساخته. این یک کمک نه، بلکه یک دشمنی است با اولاد ما. پس من میگم من تو خوب سعی ناکام کشیده بودم و تو گروپ های سرخ روشن کرده برین دیگه. معلم صاحب، به روز معلم شما چی آمادگی گرفتین؟ یا ای که بخلم شاگرده باید دیگه آمادگی بگیره؟ بله، ایرخ شاگرده باید آمادگی بگیرن، منطقه ما خود ما یک آمادگی داریم که ما امروز یک نان سرد تهیه کردیم، البته استاد و کلگی در جمع پول خود ما شخصا جمع آوری کردیم. یکی شاگردا فرزند برشان وقت میتیم، این دیگه به ایمانا نیست. خب یکی یک گل یک گپو میرن گپ علایده است، ولی اونا که خوراکی که تیم میکنن بر خود تیم میکنن، ولی ما هم آمادگی داریم، یک کنفرانس داریم و دیگه در پلوش نان چاشت بر خود تیم کردیم که در جمع استادا بشینن امروز به خوشی تجلیل بکنن. تمام معلم صاحبا اشپزای خوب هم هستن یا چطور؟ والا شاید باشن دیگه، ما از اکثریتشان دستبختشان نخوردیم که خوب باشه نباشه، ولی هستن دیگه. مگر فکر میکنم که میگن مساله هر جای است، بیبیش جای جای. مساله هم اینجا است، بیبیش هم شما هستین. میریم به طرف آشپزی. ببینیم دیگه. مهمان یار بسم الله گاله. چطور آمده؟ والا بدل ما خوب شمده، خدا کنک به ذوق شما برابر باشه، شما رو مزه بده. امی سرپوش پس کنین که یک دم داخل دیگ سیلش کنیم ببینیم که چطور است. در داخل دیگ خوب معلوم میشه، ببینیم که باز در کاسه کام بچی تو میشه. برام با خدا دیگه. اول کاش که یک شور میدودین، یک دواد میکردین. ای باز آش مشکنه دیگه، آش خراب میشه. شما مرا خوب را یاد میتین، باز بگوین که ما آشای کتا کتا خورده. ای باید یک سرش در ایچه باشه، یک سرش در دون شما. مهمان یار. اما یک کارتون خوشم نمادم، یه اینکای مادر جان را ناک گرفتی. مرا تو امونه نمی دادی مردگی نه؟ چرا اینکای معلم سوی مرا گرفتی؟ خواستم ما معلم شم نه؟ آه چون که علاقه را دیدم ما میخواد معلم شم دم. این معلم شدن کار آسان هم نیست که مگه زحمت بکش براش. میفهمم که یه پت ساده نیست، مگه کوشش میکنی. بسیار خوب سر. من هم میفهمم که در این خانه کی مریضی زکام داره که آش داغ آماده ساخته، یا به خاطر ای که ما کم بخوریم چون خوردن آش مشکل است.
معلم صاحب یک جان تشکر از اینکه بسیار با اخلاص مهمان نوازی کردین و چون دقایق آخر برنامه است، اگر کدام گفتنی داشته باشین بدون از اینکه من مشخص سوال کنم میتونین آزادانه چیزی بگوین. در آخر دیگه کدام پیام ندارم، از برنامه تان یک دنیا تشکر از اینکه چهره هایی که در گوشه و کنار همتر به اصطلاح خفته مانده و مثلا برملا نشده و درد دل دارن، شما میتونین از طریق ازی پروگرامتان درد دل از اونا را نشر بکنین، اونا را به اصطلاح پیدا کنین، یا مثلا میمون نوازی های افغانستان شما میخواین که انعکاس بتین در این برنامه تان، یک دنیا تشکر. معلم صاحب اجازه است که بریم دیگه؟ اگر بگویم شو باشه نمرای ما نمیشه، چون باز مادر جان و پدر جان به تشویش میشه. خود تشکر، همه قدر که وقتتان ضایع شد تا اینجا. با مان خدا. تشکر بسیار زیاد از آمدن. خداحافظ بگو. خب دوستای عزیز، یکی از نکات دیگه که ما در یه هفته مهمان معلم شده بودیم این بود که چون روز معلم نزدیک است و به این خاطر ما هم خواستیم که در مهمان یار یادی از معلم داشته باشیم و ما پیش از پیش روز معلم بر تمام معلمان گرانقدر از صمیم قلب تبریک میگم و با امید که همیشه معلم صاحبای ما زندگی راحت و مملو از خوشی داشته باشند. به همین امید برنامه حاضر مهمان یار هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی همه ایتان به خداوند پاک و بینیاز میسپارم. خوش باشید. دیر خبری دی مو تقریبا در مرحله تیری کردی دی ما بوده که بفرقی نوزمش لپر لازم ده چه پیسی باید ترلاسه کشتمانی؟ نه پیسی ترلاسه کول پیاد